ضمن سلام خدمت شما، ابتدا به این نکته اشاره بکنم که پس از غروب نیروی یگان ویژه از ساعت اولیه بامداد، از ظهر امروز جلسه‌ای در محل مجتمع آغاز شده با حضور چند نفر از نمایندگان کارگران و استاندار، نماینده ورزقان، مدیر شرکت ملی مس و مدیر مجتمع، که هنوز این جلسه در جریانه و مذاکرات رو دارن شکل میدن. اما کارگران شرکت‌های پیمانکاری مجتمع مس ورزقان چندین ماهه که قراردادهاشون اتمام یافته و پس از اعتصاب مهر ماه مدیر عامل شرکت ملی مس وعده داد که قراردادهای یک ساله با این کارگران منعقد میشه که تاکنون این اتفاق نیفتاده. برای همین اصلی ترین خواسته کارگران عقد قراردادشون هست و سپس افزایش دستمزدها و همسانسازی دستمزد و مزایا با کارگران رسمی شرکت ملی مس، چه در معدن مجتمع مس شنگون و چه در سایر معادن کشور که در اختیار دولت هستند. و یک بحث دیگه‌ای که بستر اصلی مطالباتی کارگران هست، حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما هست که به این واسطه بتونن یه شرایط بهتری در زمینه کار و معیشتشون ایجاد بشه. سال گذشته حاکمیت اساساً نه تنها هیچ وقت به مطالبات کارگران و مزدبگیران توجه نکرده و پاسخگویی نداشته، بلکه به عکس هر روز بیشتر تعرض کرده به زندگی کارگران، به معیشتشون، به مناسبات کاریشون. برای همین قطعاً سیاست‌های خودشون در اولویتی که جلو ببرن، هرچند اگر بشه گفت یک سیاست مشخصی رو در دستور داشته باشن غیر از غارت و چپاولگری، یک بخشی از غارت و چپاولگری که دارن غارت نیروی کاره که ارزان ترین شکل بتونن این رو به تصاحب در بیارن و بیشترین سود رو از قبل کار کارگران و مزدبگیران به جیب بزنن. اما این شرایط قطعا به همین شکل نمیتونه بمونه، یعنی اینکه کارگران و مزدبگیران و کل گروه‌های اجتماعی مطالبات انباشته شده بسیاری دارن که کوتاه نمیان، یعنی ناچارن زندگیشون اینو بهشون تحمیل میکنه که بر سر این مطالبات به مبارزه خودشون ادامه بدن و تلاش کنن که بهش برسن. از اون طرف حاکمیت هم هیچ نوع پاسخگویی به این مطالبات نداره و نخواهد داشت، برای همین در یک انسداد سیاسی جامعه ایران قرار گرفته و مطالبات نه صرفا کارگران، کل بخش‌های جامعه به نظر من لاینحل و ناچار میشه جامعه با کل گروه‌های اجتماعی مشخصش به مساف این مناسبات کنونی بره و راهی برای برون رفت از این بحران جدی به وجود بیاره.